برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. امروز سه شنبه 19 جولای و 28 سرطان است. توجهش مرا جلب میکنم به مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، خبرهای فراوان همین روز و البته خبرهای مهمی داریم که به سمتان میرسانیم. اما خبرها را من از کنفرانس کنگره ملی هزاره در وینی اتریش آغاز میکنم و خبرهای خارجی را هم داریم که به سمتان خواهیم رساند. اگر از دریچه فیسبوک بلند هستین این گزارش را به اشتراک بمانید و لایک بزنید و اگر در یوتیوب به جمع پیوستین را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهین. کنگره ملی هزاره اولین کنفرانس جهانی خش را با حضور هزاره های اهل سنت، هزاره های شیعه 12 امامی و هزاره های شیعه اسماعیلی در وینی اتریش دیروز برگزار کرد و قرار است که امروز هم با نشر یک اعلامیه و پایان برسد. شرکت کنندگان امیدوار هستند که بتوانند هزارها را از وضعیت فعلی نجات داده و آسیب شناسایی بکنند و در ضمن برنامه های برای آینده نیز برسند. در این برنامه هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین تعداد زیادی از هزارها از سراسر افغانستان و جهان شرکت کرده بودند. ما جزئیات بیشتر در مورد نشست وین را برای شما دوستان عزیز در یک کلیپ جداگانه قبلا نشر کردیم، گفتگویی که با جناب دکتر یحیی بیضا استاد دانشگاه محقق و نویسنده داشتیم و البته شرکت کنندگان نشست قبلا وسمت رساندیم. اگر ندیدین قبل از خبرهای بلخاب که جدا نشر کرده بودم گفتگوی ما و جناب دکتر بیضا نشر شده، میتونید که شما اونجا یک سری هم بزنید. خبرها را ما از بلخاب ادامه میدهیم. منابع مردمی و منابع معتبر در گفتگو با سنترال افغانستان تایید میکند که حسن کرار قمندان امنیه سابق مولوی مهدی برای بلوسبالی بلخاب توسط گروه تا بازداشت و به مرکز ولایت یعنی سریپول منتقل و زندانی شده است. حسن کرار هرچند که از افراد نزدیک به مولوی مهدی بود ولی با شمار دیگر از فرماندهان تحت امر مولوی مهدی در جنگ بلخاب به مولوی مهدی خیانت کرد و به گروه تا پیوست. او در شب آخر درگیری‌های بلخاب که زمینه ساز سقوط بلخاب هم شد سنگر خود رها کردند و با گروه تا بیعت کردند و در نهایت بدون از اینکه افراد مولوی مهدی در قم کوتل خبر شوند خط سقوط کرده بود و در نتیجه مولوی مهدی و افرادش در بلخاب شکست خوردند. هرچند که حسن کرار بعد از او هم امیدوار بود که در یک مقامی برسند، نه تنها که مقام برش داده نشد، صبح امروز ساعت 10 بازداشت و به مرکز ولایت منتقل شده است. هنوز انگیزه بازداشت و دلیل بازداشت او مشخص نشده است. در همین حال منابع مردمی میگن که دیروز در بلوسوالی بلخاب یک هیئت از طرف سازمان ملل متحد آمده بود و با مسئولان گروه تا دیدار و گفتگو داشته است. هرچند که مولوی عطا ولسوال گروه تا برای بلخاب به دنبال مولوی مهدی در کوهپایه های بلخاب رفته بود، اما سرپرست بلوسوالی کسی به نام سرور دانش با مسئولان ملل متحد صحبت و گفتگو کرده ولی برایشان اجازه سفر به دیگر نقاط بلخاب نداده و گفته اگر مردم هم شکایت داره باید در مرکز ولسوالی بیاید. آقای دانش همچنان در گفتگو با نمایندگان سازمان ملل متحد در مورد آتش دادن دکانها در بلخاب گفته که اینا کاملا دروغ است و دکانهایی که سوخته هم بر اثر درگیری های چند شبانه روز در بلخاب بوده که به صورت اشتباهی در آنجا مرمی خورده و آتش گرفته و کار قصدی در کار نبوده است. این در حالی است که با گفته باشندگان محل در شب روزهای درگیری های بلخاب فقط 3 دکان سوخته بود و بقیه دکان ها را هم بعد از آن که گروه تا بلخاب را تصرف کردند و آتش کشیدند. از سوی هم منابع مردمی تایید میکنند هنوز هم 18 نفر از باشندگان بلخاب که در مزار شریف توسط استخبارات گروه تا بازداشت شده بودند در زندان هستند. این افراد 2 روز قبل از منطقه المرب و شهرک کهنه بازداشت شده بودند که زیاد از این افراد آدمای مسافر هستند، برخی موتروان هستند، برخی هم رستوراندار و دکاندار هستند. امروز خانواده های این افراد هم نزد مسئولان گروه تا رفتند و اونا گفتند تا زمانی که تحقیقاتشان و پایان نرسیده هیچ یک از این افراد رها نمی شود. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرده است که آنان در نظر دارد برای 16,000 آواره و بجا شده بلخابی کمک توزیع کند. امروز سازمان ملل متحد نمایندگیشان در افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که شرکای بشردوستانه برای بیش از 10,000 نفر در بلخاب و 6,000 نفر در بامیان مواد غذایی، خیمه و سایر لوازم را فراهم میکند. باشندگان منطقه مرک و سیاسنگ ولسوالی بیسود در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که در یک ماه گذشته
بیش از 20 تن از باشندگان محل که افراد ملکی هستند توسط نظامیان کرهیتا بازداشت و لتکوب شدند. باشندگان محل میگن به این افراد در نخست برچسب افراد علیپور زده میشوند و در نهایت آنان را به ولسوالی برده و شکنجه میکنند تا از آنان پول بگیرند. هرچند که به صورت غیر مستقیم در اول از آنان سلاح طلب میکنند، چون مردم سلاح ندارند از آنان میخواهند که حداقل قیمت سلاح مبلغ 100,000 تا 200,000 هر قدر که توانستند باید تهیه کرده و برای این گروه بدهند تا رها شود. به گفته منابع تا شام امروز تعدادی از افراد از مرک بازداشت شده و در کل از منطقه مرک 18 نفر بازداشت شده. ما سیاسنگ تا به حال آمار دقیق ما نتونستیم به دست بیاریم. از جمع باشندگان مرک و سیاسنگ تا امروز اونطوری که مردم با ما گزارش کردن 8 نفر در زندان نظامیان گروهیتا هستند که تا به حال آزاد نشده. بقیه افراد آزاد شدن ولی ازشان اونطوری گفتم بین 100,000 تا 200,000 افغانی پول نقد گرفتن. باشندگان محل مدعی هستند کسانی که پول به این گروه داده خودشان پول نداشت، آدمای غریب کار بوده، مجبور شده که یا وسایل خانه خود بفروشه و یا هم قرض بکنه تا در نهایت جانشان را نجات بدهند. اما مسئولان گروه تا به نوبت یکی را بازداشت و رها و دیگری را به جایش میگیرد. این در حالی است که قبلا هم دوستان گرامی منابع مردمی بارها به ما گزارش کرده بودند که در منطقه مرک بین 200 تا 300 نفر از نیروهای گروه تا جابجا شده و دست به اذیت و آزار باشندگان محل میزند. بر اساس گزارش ها 13 غیر نظامی به شمول 5 فرمانده پیشین جهادی از سوی نظامیان گروه تا در ولایت پنجشیر بازداشت شدند. این افراد 27 سرطان یعنی دیروز از ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت شده است. باشندگان دره فولادی در مرکز ولایت بامیان در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که نظامیان گروه تا هر شب پشت درب خانه های نظامیان حکومت پیشین آمده و خانه هایشان را تلاشی میکنند و خانواده هایشان را اذیت و آزار مینمایند. منابع میگن که هرچند نظامیان حکومت پیشین خانه هایشان را ترک کرده و معلوم نیست که در کجا به سر میبرند، اما هر شب نظامیان گروه تا پشت در خانهشان آمده و باعث اذیت و آزار فامیل و نزدیکان آنان میشود. این منابع همچنان مدعی هستند که در دره فولادی حدود 4 روز قبل به تاریخ 24 سرطان شماری از نظامیان گروه تا از دیگر ولایت ها آمده بودند برای تفریح و چکر و در کوه ها فعالیت کرده بودند که در نتیجه اما حوزه مربوطه آمده دست به اذیت و آزار مردم در دره فولادی زده و شماری از جوانان آن دیار را بازداشت کردند که این افراد که فعالیت کردن را باید شما برای ما معرفی کنین و ظاهرا برشان اتهام های جبهه مقاومت و این مورد ها را هم زده بودند. تعداد از باشندگان محل بازداشت و بعد از لدکوب اینا را به کوه ها برده بودند که برای ما نشان بدین افراد در کجا بود و چگونه فایر کردن و آیا شما بودین نبودین، چه نسبتی با شما دارن. در نهایت بعدا متوجه میشه که 3 نفر از نظامیان خود این گروه در اونجا دست به فایرهای خودسرانه زده بودند و اما تا اون زمان که مردم را آزاد کردن حداقل تعداد زیادی از جوانان دره فولادی متاسفانه شکنجه شدن و حتی تهدید به مرگ و هر روز هم اذیت میشوند. 14 دانشجوی دانشگاه البیرونی در نتیجه منحرف شدن موتر حاملشان از جاده در این ولایت کشته و زخمی شده است. این رویداد حوالی ساعت 12:30 چاشت سه‌شنبه 28 سرطان در ولسوالی حسی اول ولایت کاپسا به وقوع پیوسته است. باشندگان منطقه آب خورک بالا از توابع ولسوالی روید آب سمنگان در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که اعضای گروه تا که باشندگان آبخورک پایین هستند 7 روز است باشندگان آبخورک بالا را از استفاده آب برای زراعت منع کرده و گفته است که تا زمانی که آب برای ما نیاز هست شما را صبر است. ما دیروز هم در خبرهای دوستان عزیز به این مسئله اشاره کردیم. در منطقه آبخورک بالا قریجات مختلفی حضور داره که من باید بر شما نام بگیرم، از جمله پیچگه، میمنه، شیخانی، تاله مزار، خواجه کشته، سرچشمه و چند قریه دیگه. اینا قریه های هسته که مربوط آبخورک بالا میشه و در این ساعت بیشتر هزارها زندگی میکنن و حدود 7 روز میشه که آبخورک پایین آمده از این مردم باج میگیره و کلن سرشان فشار آورده که شما از آب به ذره استفاده نکنین و تمام آب ما میبریم با آبخورک پایین تا زمین های زراعتی خود را سیراب کنیم. باشندگان محل میگن که زمانی که برخی دهقان ها متوجه شدن که زراعتشان داره از بین میره خواستن که از آب حداقل کمی استفاده بکنن، اما کندک سه ولسوالی که بیشتر هم باشندگان اما
قریه آب‌ها را که پایین هستن بالای مردم آمده و اونا را تهدید به مرگ کرده و گفته که شما حق استفاده از این آب را ندارید. این در حالی است که آب از آبخوره که بالا سرچشمه میگیرن، او مردم در اونجا زمین داره، اسناد داره و به گفته خودشان حداقل 5 6 پشت هست که در اونجا زندگی میکنه و سند هم داره. ما در آبخوره که پایین چون تمام نظامیان گروه تا از آنجا هستن در ولسوالی رود آب، بالای مردم آبخوره که بالا فشار میآورد. گروه تا یک افسر بازنشسته به اسم دگربال آدینه محمد آزاد را بازداشت و یک از همراهانش را تیرباران کرده است. در مورد تعداد همراهانش البته رسانه ها گزارش های متعدد منتشر کرده، برخی ها مانده ای است که او همراه با پسر کاکایش بازداشت شده که پسر کاکایش تیرباران شده و خودش زندانی، اما برخی منابع مانده ای هستند که او با دو پسر و یک بچه کاکایش بازداشت شده که یک از پسرانش تیرباران شده و او با دو نفر از همراهان دیگرش زندانی هستند. اما جزئیاتش که هنوز مطمئن نیستیم واقعا تعداد همراهانش چقدر هستند، اما این دگربال که در گذشته رئیس ارکان قلی اردوی 209 شاهین در شمال بوده است، دیروز زمانی بازداشت در ولسوالی خنجان که همراه با همراهانش از ولسوالی بنو به سوی کابل حرکت میکردند. بر اساس تصمیم ملا هیبت الله رهبر گروه تا، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخل این گروه به حیث مسئول توزیع و انسجام کمک ها به زلزله زدگان تعیین شده است. این در حالی است که بار دیگر در قسمت هایی از خوست و پکتیکا زمین لرزه شماری از باشندگان محل را دیروز و امروز زخمی و خانه هایشان را ویران کرده است. گروه تا یک افسر حکومت پیشین به نام مزمل را دیروز در ولسوالی اربابخیل ولایت کاپیسا نیز تیرباران کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرده است که گزارش جدیدی در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را منتشر میکند، یعنی جنایت هایی که گروه تا انجام داده و این نهاد تابال توانسته اگر مستند بکنه در موردشان گزارش آماده کرده که فردا نشر میکنه. هرچند که گزارشگران سازمان ملل متحد زمانی که وارد افغانستان شد در اکثر مناطق جنگی اجازه سفر برشان داده نشد، ما ببینیم که چقدر این گزارش میتونه منطقی و قابل قبول برای مردم افغانستان باشد. منابع محلی در ولایت لغمان میگن که در نتیجه واژگون شدن یک رنجر گروه تا در ولسوالی قرغی این ولایت، 10 نفر از اعضای گروه تا زخم برداشته است. در همین حال از ولایت نورستان نیز منابع مردمی گزارش کردند که یک رنجر گروه تا در این ولایت هم چپه شده که در نتیجه 4 عضو گروه تا کشته و 4 نفر دیگرشان زخمی شده است. و گفته منابع مردمی این رویداد روز سه‌شنبه 28 سرطان در پارون مرکز ولایت نورستان رخ داده است. دلیلش هم بی‌پروایی راننده گروه تا گفته شده است. توجه شما را جلب می‌کنم به دو خبر خارجی. رسانه‌های ایرانی از دیدار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور ایران و رهبر مذهبی این کشور خامنه‌ای خبر می‌دهد. رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه 28 سرطان گزارش کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عصر روز امروز بلافاصله پس از ورود به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و همچنان علی خامنه‌ای رهبر مذهبی کشور دیدار و گفتگو کرده و در مورد گسترش روابط بین دو کشور در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، ترانزیت و مبادلات تجارتی و نیز تحولات منطقه گفتگو کرده است. این در حالی است که امروز مقام‌های ایرانی با رجب طیب اردوغان نیز دیدار داشته و گفته می‌شود که آقای پوتین با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز دیدار خواهند کرد و پیرامون مسائل مختلف منطقه و جهان با هم دیگر گفتگو خواهند کرد. خبر اخیر این که خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش کرده است که اولنا زلنسکا همسر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که اکنون به واشنگتن سفر کرده و در آن کشور به سر می‌برد، روز چهارشنبه 20 جولای در کنگره ایالات متحده آمریکا سخنرانی خواهد کرد. از توجه و همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس. تا درود دیگر بدرود. اگر از دریچه یوتیوب بیننده هستین خواهشان لایک بزنین تا لایف و دوستان دیگر نیز پیشنهاد شود.